من فکر میکنم بیشتر از هر چیز برای اسرائیلی ها این تقارن یک حسن تصادف بود برای اینکه بتونن این پیام رو بفرستن. معمولا وقتی که تصمیم گیری میشه برای زدن یک هدف، مجموعه عواملی باید گرد هم بیان تا تضمین کننده موفقیت عملیات باشن. بنابراین لزوما همیشه این حسن تصادف ها در یک روزی که ارزش در واقع سمبولیک داشته باشه و بتونه اون پیام رو بفرسته فراهم نمیاد. بنابراین اسرائیلی ها ممکن هست مدت ها حتی پیش از در واقع اتفاق 7 اکتبر این برنامه ریزی رو داشتن. فراموش نفرمایید که من البته یادآوری میکنم خدمت همه بینندگان و مخاطبان که رئیس امنیت اسرائیل در اوائل سپتامبر سال گذشته در سال 2023 صریحاً به مقامات جمهوری اسلامی هشدار داد که اسرائیلی ها نیروهای امنیتیشون و اطلاعاتیشون اخبار موثقی پیدا کرده بودند، به دست آورده بودند درباره عملیات منسجم جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتیش برای حمله به شهروندان اسرائیل یا شهروندان دو تابعیت یهودی نه تنها در منطقه که در اقصی نقاط جهان، و اونها داشتن خودشون رو آماده میکردن که حتی اگر لازم باشه، و این رو رئیس امنیت اسرائیل صریحا گفته بود که اگر لازم باشه ما ضربه رو به نزد خود در واقع بانیان این عملیات یا سلسله عملیات ها در خود تهران میاریم. اینجور چیزها یک شبه طبیعتا اتفاق نمیفته. یک نکته دیگه که خیلی مهم هست به نظر من که نباید نادیده گرفته بشه، این در این محدود جنگ که داره اتفاق میفته، اسرائیلی ها ظاهراً به قطری ها چند هفته پیش گفته بودن که این احتمال خیلی وجود داره که اون قطری ها نتونن امنیت مقامات حماس رو در کشور خودشون حتی تضمین بکنن، که قطری ها این رو به مقامات سیاسی حماس گفته بودن. بنابراین به نظر من میرسه که ما باید یک مقداری جامع‌تر و هولیستیک‌تر به این قضیه نگاه بکنیم.